ورن یارا ورن یارا با یک گریم خواه ورن 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 یارا با یک گرین را پری ورن 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 یارا لبو جنوشیان و آزادی جنجیا آزادی جنجیا آزادی را پرن را پرن را وکان و پیرکان را پرن را پرن لا وكان وبيركن امرويا خاطر افري امرويا خاطر افري امرويا خاطر افري امرويا خاطر افري لبو شنو جيانو ازامي اي شهيدان اي شهيدان نامره ناو بشارتا ورن 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 یارا با یک گرین را پری ورن 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 یارا لبو جنو جیان و آزادی جنجیا آزادی جنجیا آزادی. درود دیگر به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس. برنامه دیدگاه از این لحظه مدت یک ساعت با شما همراه هستم و در این برنامه آقایان دکتر قره‌گزدو و سیاوش عبستان ما رو یاری میدن. سال 2022 یعنی سالی پر از جنایت و اعدام و کشتار و دزدی و فساد به هر حال به پایان رسید و دختر و پسر و جوانان ما توسط آخوندها این روزها معتب حکم اعدام به دستشون میدن. حتی دیدم که یکی از جوانان نوجوانان که 18 سال بیشتر نداشت یکی از آخوندها حکم دوباره اعدام بهش داده و این ماجراییست که در ایران همچنان ادامه داره. امیدواریم که سال 2023 سالی باشه که به هر حال جوانان ایران، جوانان دلیر ایران نتیجه بگیرن از مبارزات خودشون و این مملکت از دست و شر آخوند در حال خلاص بشه. زندگی در داخل ایران بسیار فلاکتبار شده و وزیر اقتصاد کشور اطلاع داده که به هر حال حدود 30% از مردم ایران یعنی معادل بیش از 25,500,000 نفر به فقر مطلق دچاره. گزارش در این حال میگه که در مناطق روستایی اوضاع بدتره و بالای 35%. در زمینه کشتار جوانان و نوجوانان و صدور احکام اعدام برای اینا، این خبرگزاری هرنا گزارش داده که از آغاز اعتراضات سراسری جاری در 26 شهریور تا یک شنبه 11 دی نیروهای حکومتی دست کم 512 نفر رو کشتن و بعد از این کشتار متوسل به اعدام شدن. بر اساس گزارش کاربران رسانه‌های اجتماعی، یک معترض ایرانی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری بازداشت شده بود بر اثر صدمات ناشی از شکنجه توسط نیروهای حکومتی جان خودش را دست داد. این گزارش میگه این شهروند اهلیت چند ساعت پس از آزادی موقت وارد کما شد و پس از 20 روز جان خود را دست داد. زاره دانشجوی دانشگاه بولونیا در ایتالیا بود که برای شرکت در مراسم ختم مادرش به ایران آمده بود که رژیم رو گرفت و زیر شکنجه و در حال عذابی که بهش داد اون کشته شد. این مسئله شکنجه و تجاوز به زنان و دختران ایران در زندان‌ها به یک امر متداول در حال مبدل شده و سپاه پاسداران دست بردار از این اوضاع احوال نیست، به خاطر اینکه این افرادی که در حال نگهبانان هستند در زندان ها
دارای یه غذای روحی باشن که دستورات سپاه را اجرا بکنن، اجازه میدن که هر نوع ده ها شکنجه روحی و جسمی که به زنان و دختران ایران در زندان ها وارد بکنن. در هیچ نقطه ای از جهانم طور که گفتم این اقدامات جنایتکارانه سابقه و نظیر نداره. سردسته کشورهای عربی اسلامی یعنی عربستان سعودی که در واقع اولین کشور اسلامی بود، میبینیم که این روزا به سرعت سرگرم تطبیق فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با اوضاع احوال بین‌المللی است و زندگی رو سعی میکنن در اونجا برای مردم خود با آزادی بیشتری همراه بکنن. و الان زنان ایران در زنان عربستان سعودی هم اکنون دارای یک شرایط تقریبا مدرنی شدن که با گذشتش بسیار فاصله داره و با اون اسلام ناو محمدی شون هم فاصله داره. همین روز یک روزنامه سایت ایندیپندنت نوشته که می‌دونیم که ایندیپندنت در لندن و در ایران ارشیا رو 18 ساله رو به 18 ساله رو به اعدام محکوم کردن و شنیدیم که یک آخوند بی‌سواد در ایران در نشر مسئله غازی یک این نوجوان رو بهش حکم اعدام دادن. یکی از نزدیکان ارشیا تکتستان با ارسال تصویری از حکم اعدام به ایندیپندنت خبر داده که این جوان 18 ساله نوشهری در جریان خیزش سراسری دستگیر شد و به دنبال آن به اعدام محکوم گردید. بله، نرشیا در پرونده مشترکی داشته با مهدی محمدی فرد دیگر جوان 18 ساله نوشهری که محاکمه شدند و هر دو رو روز یک شنبه به اعدام محکوم کردند. دختران و زنان و وابستگان پسران حتی خود رژیم این شرایطی که برای نوجوانان و جوانان ایران سختگیری شدیدی رو داره جمهوری اسلامی بهش میکنه، اونا چون وابسته به آخوند هستن شادی میکنن، رقص میکنن، پایکوبی میکنن و هم لخت و پتی. یک ویدیویی داره هم اگر آقای امیر امیر شهرتی محبت کنن و این ویدیو رو بذارن ببینین، این دختر نبه مکارم شیرازی در داخل مملکت چجوری رقص و پایکوبی میکنه و نظیر اون هم در خارج از کشور انواع مختلف رو ما داریم. این ویدیو رو میذارین آقای شهرتی؟ با مثل که نمیبینم که آقای شهرتی پشت دستگاهش رو باشن، اگر اومدن این ویدیو رو برای شما بذارن که ببینین. روز گذشته اکثر هنرمندانی که از فعالیت‌های رادیو تلویزیونی دور شدن و دیگه حاضر نیستن با اون همکاری بکنن، سازمان رادیو تلویزیون چون دیگه دچار مشکل و نقص پخش برنامه شده، از اینا معتب خواهش بکنن که برگردن به سر کارشون و کارشون و فعالیت‌هاشون ادامه بدن، ولی اونا توجهی به این مسئله ندارن. حکومت متوجه نیست که دستگیری یک هنرمند دیگه سایر هنرمندان هم وادار میکنه که در حال از اون تبعیت بکنن، حمایت بکنن و به زندان انداختن ترانه علی دوستی موجب شده که میدونه حتی در صدر جهان 600 هنرمند سرشناس جهان با امضای در حال یک نامه‌ای خواستار آزادی او شدن. البته این خواستار است ولی جمهوری اسلامی به این مسائل که توجه نداره. این 60 هنرمند زیر یک سرشناس، از 600 هنرمند سرشناس جهان این نامه رو همشون امضا کردن و با این حال
فرستادن که به جمهوری اسلامی شاید اثرگذار بشه. مارک رافالو بازیگر و تهیه کننده سرشناس هالیوود با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی خود بازداشت ترانه علیدوستی بازیگر سینما ایران واکنش نشان داد و از درخواست هنرمندان مشهور جهان برای آزادی او خبر داده. مارک رافالو در حساب‌های کاربری خود در اینستاگرام و توییتر نوشته بیش از 600 هنرمند از سراسر جهان این نامه را امضا کردند و بیشتر اونها بازیگران و برنده های جایزه جهانی هستند. امضا کنندگان این نامه بر حق اعتراض مسالمت آمیز برای همه از جمله ترانه علیدوستی در حال اشاره کردند. پیش از این نیز میدونیم رابرت دونیرو بازیگر مشهور هالیوود به همراه جین روزنتال از بنیانگذار جشنواره در حال فستیوال فیلم با امضای بیانیه عرض کردن خواستار آزادی فوری ترانه علیدوستی شدند. همچنین جشنواره‌های سینمایی کن، برلینانه، لوکارنو نیز نخستین فستیوال‌هایی بودند که به بازداشت این هنرمند اعتراض کردند. همزمان شماری از نهادهای مهم سینمایی اروپا از جمله آکادمی فیلم اروپا، آکادمی فیلم آلمان، ائتلاف بین‌المللی برای فیلمسازان در خطر و مسئولان چندین جشنواره دیگر از جمله جشنواره فیلم روتردام نیز با انتشار بیانیه مشترکی آزادی ترانه علیدوستی را خواستار شدند. البته این فشارها در سطح جهان هست ولی جمهوری اسلامی به آنها کوچکترین وقعی نمیذاره و توجهی نمیکنه. و میدونیم که سپاه پاسداران، تروریستی پاسداران و خود آخوندها و رژیم میدونه که اینجور بازتاب ها چه زیان ها و بی‌آبرویی هایی برای رژیم ایجاد میکنه. این شارلی ابدو نشریه فکاهی معروف جهان با انتشار آخرین کاریکاتور خود که قرار روز 7 ژانویه منتشر بشه سید علی خامنه ای را به زبان تاریخ فرستاده و این عکسی است که در رابطه با سید علی در این نشریه که یه شنبه آینده منتشر میشه چاپ شده. شارلی ابدو در سرمقاله خود از این شماره ویژه به عنوان سیلی محکم به ملاهای ایران یاد کرده. در 8 دسامبر گذشته شارلی ابدو یک کنکور بین‌المللی تحت عنوان ملاها رو بیرون بریزید به راه انداخت و نقاشان و کاریکاتوریستای شرکت کننده در آن خواست که در حمایت از مردم ایران که برای آزادی می جنگند علی خامنه‌ای ملای قرون وسطایی را در تصاویر خود به سخره بگیرند و آن را به زباله‌دار تاریخ بفرستند. به گفته ریس مدیر انتشارات شارلی ابدو جنبش اعتراضی جاری در ایران اهمیت جهانی دارد و هفته‌نامه فکاهی فرانسه باید صفحات خود را به حمایت از جنبش اختصاص بده. شارلی ابدو افزوده به همین خاطر نشریه در پیام بود که نقاشی ها و کاریکاتورها از 4 گوشه جهان به شارلی ابدو ارسال شوند و به این ترتیب حمایت از جنبش آزادی خواهان مردم ایران به فرانسه محدود نشود. شارلی ابدو در شماره ویژه خود که از فردا چهارشنبه 4 ژانویه به فروش میرسه روی هم از مجموع 300 نقاشی که از 4 گوشه جهان از جمله ایران، ترکیه، امریکا، سنگال، استرالیا به این نشریه فرستاده شده 35 نقاشی را انتخاب و منتشر کرد. برای نمونه در یکی از این نقاشی های منتشر شده شعار زن زندگی آزادی همچون مشت گره کرده بر صورت خامنه ای فرود آمده و در نقاشی دیگر آخوندی زیر پاشته کفش زنانه له شده است. در یکی از دیگر نقاشی ها علی خامنه ای شبیه عکس معروف مرلین مونرو نقاشی شده. خود مدیر انتشارات شارلی ابدو در صفحه اول این نشریه زنی برهنه و خندان را به تصویر کشیده که در مقابل ملاها پاهای خود را گشوده و با نشان دادن واژن خود با آنها میگوید برگردید به همون جایی که از آن بیرون آمدید. نشریه شارلی ابدو در وفاداری به سنت ضد آخوندی خود در این شماره ویژه جایگاه دین در جوامع معاصر
و به ویژه بنیادگرایی مذهبی را در تصاویر خود به نقش کشیده. 8 سال پس از عملیات تروریستی علیه نشریه در 7 ژانویه سال 2015 که به کشته شدن 12 نفر از جمله 8 تن از اعضای تحریریه شارلی ابدو منجر شد و 12 تن دیگر را مجروح کرد، مدیر انتشارات شارلی ابدو در سرمقاله خود در دفاع از مردم ایران نوشته است که انتشار این شماره ویژه همچنان یادآور این است که متاسفانه دلایلی که به قتل کاریکاتوریست‌های شارلی ابدو منجر شدند هنوز به قوت خود باقی هستند و کسانی که اجبارهای دین را بر نمی‌تابند با خطر مرگ روبرو هستند. بله، این داستان وضع بد اقتصادی و اینی که دیگه درصد زیر فقر مردم ایران بسیار نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، نتیجهش اینه که میبینیم داره دلار به 50,000 تومان میرسه. دلاری که در زمان پادشاه فقید ایران 6 تومان بود، کسی بهش اعتنا نداشت و توجهی نمیکرد، الان در دوره رژیم آخوندی 50,000 تومان قیمت پیدا کرده و دلیلش وجود این حکومت تروریست دولتی در ایران. بعد این کاریکاتورش را دیابدارم که شما نشون دادین، این ماجرای هواپیمای اوکراینی هم دوباره داره گرم و داغ میشه. 4 کشور در این رابطه دارن فشار وارد میارن و مسئله را هم به شورای به دادگاه لاهه واگذار کردن. اونجا کشورهای اروپایی هم دنبال این برنامه و طرح هستند و مسلماً یک داستان تازه علیه جمهوری اسلامی به وجود میاد. این البته خود جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران هم مرتب سخنگوهاش دارن میگن آقا این ما عمدی این کار نکردیم، اتفاقی بود و اینا، ولی دنیا زیر بار یک چنین مسئله‌ای که پرواز 752 اوکراین رو در حال سرنگون کردن این نداری. آقای امیر شهرتی، خواهش کردم که اون ویدیویی رو بذارین که دختر این آخونده ببینیم چه جور رقص و پایکوبی میکنه. بله، این شبنم نبه آیت الله مکارم شیرازیه، بچه های مردم رو تو خیابونا میگیرن، زندان میکنن، در زندان بهشون تجاوز میکنن، ولی نبه آخونده ببینیم با آزادانه در جای دنیا که میتونن میرن میرقصن و رقص و پایگوبی میکنن و توجهی به خیشان و قومهای عمامه به سر خودشون هم ندارن. یکی دیگه از مسائل مهمی که باید در اینجا بهش اشاره بکنم قبل از این که بریم با آقای دکتر قرقزو صحبت بکنیم اینه که دولت آلمان گزارشی رو منتشر کرده، اون سازمان اطلاعات امنیتش، که جمهوری اسلامی شدیداً سرگرم شناسایی مخالفان خودشه در همه جا به ویژه در آلمان و به همه ایرانی ها هشدار داده که مراقب تردد و رفت آمد و فعالیت های خودشون باشن و جمهوری اسلامی شدیداً در صدد اینه که در آلمان به در حال این عوامل مخالف جمهوری اسلامی لطمه های شدیدی وارد بکنه و این به منتقدان رژیم در آلمان هشدار دادن. و پلیس آلمان البته گفته در تظاهراتی که حدود 100,000 نفر در آلمان در اون شرکت داشتن، این جمهوری اسلامی رو بسیار عصبانی و ناراحت کرده و از اون روز سالا مرتب سرگرم اینه ببینه ریشه های این در کجا بوده، چه کسانی کارگردان بودن و افراد حتی دنبال اسامی افراد شرکت کننده در اونجا هستن. بله، روی خط ما هستن آقای دکتر قرقزلو، هنوز نمیبینم که در حال این لطفاً آقای دکتر قرقزلو رو بگیره. یکی از خبرهای جالب این بود که به حال شاهزاده رضا پهلوی و برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی یک متن مشترکی رو به مناسبت سال نو میلادی در زمینه این که پیوند محکمتری ایجاد بکنن در مبارزه جمهوری اسلامی با هم دیگه در حال
منتشر کرده. درودی بر شما آقای دکتر قرقوزوی عزیز. درود فراوان بر جناب شهبازی، جناب شهبازی و مهمان گرامیتون، در خدمتتون هستم. بعد سال نو انشاءالله که شما هم براتون سال 2023 سال خوبی باشه، سالی اثرگذار باشه و مشکلات و ناراحتی هایی که سال گذشته داشتیم مثل خود بنده دیگه پیش نیاد و سال 2022 دیگه تکرار نشه. بله، شما در فرانسه چه خبرهایی در رابطه با مسائل ایران دارید؟ بله، به مسائلی اشاره فرمودید که به دخالت جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور که در این مهمترین خبر گفتیم قربان، جمهوری اسلامی داره به آخر خط میرسه و با این خیزش مردمی خودش رو باخته و تصور میکنه که میتواند این جنبش بزرگ رو که جهان متمدن رو حتی در اعجاب و حیرت را داشته است با کشتار جوانان غیور کشورمان و با به زندان انداختن هزاران هزار معترض و ناراضی و تجاوز با آنها و این قبیل اعمال شنیع این جنبش رو خاموش کنه و علی خامنه‌ای که متملقانی همینطور چون مصباح یزدی و امثال هم گردش رو گرفتن همچنان فرمان ریختن خون فرزندان جوان و مبارز وطن ما رو میده، در حالی که گرانی و تورم، بیکاری، فساد، تباهی، بیابی و خشکسالی دمار از روزگار مردم در آورده و اکثر کارکنان، کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان در شرایط سخت و تمام فرسایی روزگار می گذرانند و می بینیم روسیه هم نمی گذارد که ایران با غرب آشتی کند و مسئله برجام به گونه حل بشود. روسها با این سیاست خود هم مانع آشتی غرب با ایران می شوند و هم نمی گذارند که نفت و گاز ایران بازارهای اروپا را که سخت به انرژی و گاز احتیاج دارند پر کنند و سران جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای دید خوشحالند که متحدی چون روسیه دارند. ولی امروز دیدیم آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل گفت که روند احیای برجام کاملا متوقف شده است و این در حالی است که نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرد این کشور به مخالفت علنی با احیای برجام باز می‌گردد. نخست وزیر اسرائیل امروز در جلسه کابینه خود گفت که دولت جدیدش متفاوت است و متفاوت عمل خواهد کرد و از محکومیت شدید برجام در عرصه جهانی کوتاه نخواهد آمد. وزیر خارجه امریکا نیز در گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خود جناب شرفشاهی بر تعهد تزلزل‌ناپذیر امریکا در مورد امنیت اسرائیل تاکید کرد. وزیر امور خارجه امریکا تاکید کرد که در حال حاضر به دلیل موضع غیرقابل حل احتمال و اعتراضات جاری در ایران و همچنین تشدید همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین، مذاکرات احیای برجام و توافق هسته‌ای با ایران متوقف شده است. کوهن وزیر خارجه اسرائیل در این گفتگو درباره گسترش توافقات صلح اسرائیل با کشورهای عربی موصول به پیمان ابراهیم و همچنین جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی سخن گفت. این مسائل مهمی بود که به عرضتان رساندم. خبر دیگر که مایه خوشحالی است، تعدادی از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری
از جمله شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که اطلاع دارید متن مشترکی را در صفحات فضای مجازی خود منتشر کرده و سال 2023 را همونطور که جناب عالی هم آرزو کرده اید سال تحقق آزادی و عدالت در ایران خواندن. امیدواریم چنین بشود جناب شاهزاده. بله، البته می‌دونیم که اومدن دوباره نتانیاهو بر عرصه سیاسی اسرائیل مشکلات تازه‌ای هم برای جمهوری اسلامی دوباره به وجود میاد، برای اینکه نتانیاهو شدیداً معتقد است که باید این مراکز اتمی ایران رو در حال بمباران کرد و هنوز دنبال اون طرحه و دیروز هم در همین رابطه سخن گفت و گفت ما هرگز این ماجرا رو رها نخواهیم کرد. این نتانیاهو یک چهره تندرویی است که حتی امریکایی‌ها هم نمیتونن باش بشینن و مسائل رو به اون حدی که میخوان آزادانه حل و فصل بکنن و اون با جمهوری اسلامی هم شدیداً مخالفه و دنبال این طرح است که این مراکز رو نابود بکنه. بله. بله کاملا درسته جناب شرفی. پیشترم وزیر امور خارجه اسرائیل در دیداری که با تام نایت سفیر امریکا در اسرائیل داشت گفت که اسرائیل قصد دارد بر تضمین حضور یک جبهه بین المللی علیه جمهوری اسلامی در کنار تقویت قابلیت های ارتش اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی تمرکز کنند. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از منابع به مالی بین المللی برخوردار است و از تروریسم جهانی حمایت میکند و جاه‌طلبی حکومت ایران شامل موشکهای دوربرد، پهپادها و تأمین مالی تروریسم میشود و کشورهای جهان باید سر خود را از زیر برف بیرون بیاورند و این حقایق را ببینند. بله، البته میدونیم که نخست وزیر سابق اسرائیل با پوتین رابطه تقریبا نزدیکی داشتن و هماهنگ بودن کاراشون، ولی الان نتانیاهو که اومده در عرصه معلوم نیست که این ارتباط تا چه حدی برقرار باشه و پوتین هم در حال مراقب سدلی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی، برای اینکه واقعا تا این تاریخ نیمی از ثروت مملکت ما رو چاپیده و مسائل سلاح‌های مختلفی داده به جمهوری اسلامی که همون سلاح‌ها رو به خاطر جنگ با اوکراین دوباره از رژیم ایران گرفته و به کار برده و اینا مسائلیه که در حال از نظر مالی به مملکت ما بسیار لطمه می‌خوره. البته شما هم می‌دونید این سدلی خامنه‌ای در دانشگاه لومبا در روسیه این طرح در حال جاسوسی و تروریستی و اینا رو اونجا آموزش دیده و پیوند زیادی الان در حال حاضر بین پوتین و خامنه‌ای هست به خاطر همین ارتباطی که در بین دو تا کشور به وجود اومده و من بعید میدونم که این مسائل در آینده برای مردم ایران مشکلات تازه ایجاد نکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر. بله. بله. مطلب. بله. بله. یه خبرم بود که شما اینطور کم کردید. توماس هالدنبانگ رئیس نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی چین و روسیه هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی به دنبال کسب اطلاعات درباره ایرانیان مخالف از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات 80,000 نفری در برلین است. هالدنبانگ تأکید کرد که جمهوری اسلامی با جمع آوری اطلاعات مخالفان حکومت به دنبال بازداشت آنان در صورت سفر احتمالی به ایران با وارد کردن فشار به خانواده و نزدیکان آنان است و رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان در این مهم نیز اشاره کرد که ماموران جمهوری اسلامی
در جریان تظاهرات 80,000 نفری به معترضان در برلین از آنان فیلم و عکس گرفتند و به گفته او اشتراک گذاری تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وسیله خود مخالفان شناسایی آنان را برای حکومت آسان‌تر خواهد کرد و بر اساس این گزارش از حدود 200,000 ایرانی مقیم آلمان به گفته این مقام آلمانی اکثرا مخالف جمهوری اسلامی می باشند. بله بله، این آلمان اصلا اصولا می دونید این جمهوری اسلامی تصور می کرد که این فشارهایی که به تحصیل کرده ها و مردم ایران، مردم تحصیل کرده ایران وارد میکنه و اینا رو از مملکت فراری میده، این یه نوع مشکلات داخلیش رو کم میکنه، در حالی که میبینیم همه اینایی که از ایران رفتن شغلهای حتی وزارت و وکالت، رئیس مجلس، حتی در آلمان شغلهای مختلف در همین رابطه ها دارن و اینا علیه جمهوری اسلامی در اون مراکز شدیداً دارن فعالیت میکنن و توصیه میکنن و با مردم ایران همراهی و همفکری میکنن و جمهوری اسلامی اشتباه بزرگش همینه که میبینیم الان گفتن در گزارش هایی که اخیراً منتشر شده اعلام شده در حدود 60% از روشنفکران و تحصیل کرده های تراز اول دانشگاه ایران مملکت رو به تدریج ترک کردن. اینا که میرن خب تحصیلاتشون رو به پایان میرسونن و در عرصه های مختلف در سطح اروپا و امریکا شغل های حساسی پیدا میکنن و در اونجا مستقر میشن که میبینیم الان عرض کردم در آلمان چندین و هم وزیر داریم، هم رئیس مجلس داریم، همه شغل های حساسی که در اونجا هست سهمی هم به مردم ایران و ایرانی ها رسیده، برای اینکه خب مردم شایسته هستن، تحصیل کرده، تحصیلات عالیه دارن و جمهوری اسلامی با این سبک و سیاقی که داره به کار میبره، هر کی رو نفس بکشه میگیره بعد هم وکی اعدام میده، این در دنیا این هم چیزی رو نمیتونه حذف کنه و هر روز میبینیم که الان آماری که منتشر شده این پیرو دیدم واقعا درصد فرار دانشگاهیان و حتی دانشجویانی که مراحل آخر دانشگاهی هستن از مملکت دارن فرار میکنن میرن، مملکت تویی میشه، مشتی نعلم پوش و عمامه به سر باقی میمونن. بسیار آقای دکتر از شما ممنونم، وقتتون رو در اختیار مطلبی دارین؟ دارم. نه خیلی همین میخواستم در تایید فرمایشتان تو بگم که حتی در فرانسه یک جوان برای جلب توجه اروپا به رویدادهای ایران دست به خودکشی زد و خودش رو در دریا غرق کرد. صحبتی هم کرد بله. نوارش رو دیده باشین که بله بله دیده از صبح همگان رو برنگیشت و این رویدادها همه نشان از نفرتی است که ایرانیان مقیم خارج از جمهوری اسلامی دارن و امیدواریم که روزی آزادی ایران رو ببینیم، به خصوص در این سالی که خود شما آرزو کردید. دیگه عرضی ندارم، با استفاده شما و بینندگان گرامی شما بسیار ممنون، شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بله بریم سراغ یار گرامی اون آقای سیاوش اوستا که تصویرشون رو همین الان در روی در حال صفحه مشاهده کردید و درودی گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز، سال نو مبارک، امیدواریم که این سال 2023 متفاوت بشه از 2022. درود بر شما استاد چرفشاهی، درود هم به کارگردان برنامه مهربانیار برادرم مهندس امیر شجره و همه بینندگانمون. همونطور که گفتید آقای شرفشاهی استاد عزیز، این سال سال پیروزی است، در این هیچ شکی نباید کرد، اما یه شرط داره. اون یه شرط رو من امشب بارها گفتم ولی امشب باز میکنم، یعنی امشب یه رازی رو برای شما باز میکنم که اگر این راز رو مردم ما بفهمن، مثل همه مهروزهی که تا این 40 سال داشتن به مطلب سیاوش اوستا، 100% امسال آزاد میشه. در ابتدا پروانه میخوام ازتون استاد شرفشاهی که درود بفرستم به روان رفیقم، برادر عزیزم، یار مهربان ایران، نواده رضا شاه بزرگ، دکتر علیرضا پهلوی عزیزم که امشب یادبودش هست، 12 سال ترور
شاهزاده علیرضا پهلوی است. تصویر در... داشتیم بیارین روی صفحه. بله. بله اگه عکسش هست اینم عکس قشنگ و خوشگلش و همیشه خندانش. همیشه های شرفشه خندان بود، همیشه بزرگو جوک تعریف میکرد. من یادم میاد وقتی که با شعبانی جای میجست، شعبانی پاشو فشار میدادن که بابا مثلا آدامس نخور، این کارو نکن. همونطور که خود شعبانو به مادرش روبل بود، یعنی انقلابی بود، بهش میگفت ماتیک نزن، میزد، میگفت اونجا نرو، میرفت. علیرضا هم همینجور بود. میخم ازش فیلمای زیادی دارم، حتی در کنار شعبانو که نشسته همین کارا رو، ولی خب اینا ما پخش نمیکنیم. این جوان اصلا تو خونم که بود، میدونید که آقای شرفشاهی اینه دیگه، چون پرنس رضا پهلوی توی سخنرانی خودش به یاد علیرضا گفت، من بگم اینجا پرنس رضا پهلوی گفت این اینقدر شور و تحرک در دربار داشت که ما اسمشو گذاشته بودیم تروریست، چون حتی یه بارم شوخی های کرده بود با اینا. خلاصه روان شاد. من وقتی که همه میبرن میگفتن وقتی ما با توی مویست رو بعضی وقتا میخندیم چون شوختب، ولی وقتی ایشون بود همین این لبخند به لبش و ما لذت میبردیم از بودنش و در کنارش بودن. من امشب میخوام پیش از این که وارد مبحث اصلی بشم که خیلی مهمه، خیلی راز مهمی رو نوشتم سالها قبل، امروز میخوام به آگاهیتون برسونم که برای پیروزی انقلاب خیلی مهمه. دکتر علیرضا پهلوی، آقای شرفشاهی عزیزم، استاد عزیز، میدونید که ایشون کارشناسی یعنی لیسانس موسیقی رو گرفته بود از دانشگاه بیلسونسال 1967. اما پس از این که من دیگه باشون رفیق شدم و این کتابای آیین اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد و ایران 7000 سال پیشینه تمدن اینا رو خوند، گفت من باید برم تو تاریخ ایران و رفت تو تاریخ ایران. ایشون باز یک لیسانس دیگه از ایران شناسی گرفت جناب استاد شرفشاهی از دانشگاه کلمبیا و بعد زبانهای ایران باستان و فلسفه رو در دانشگاه هاروارد خوند که دکتراش هم تزش رو نوشته بود، مینوی خرد اسمش بود. منم صفحاتش رو برام فرستاده بود با ایمیل، داشتم و دارم و دیدم که من از شهبانو بارها خواهش کردم، نمیدونم شاید دست شهبانو نیست چون آرمونه نگفتم، ولی الان 12 سال گذشت هنوز این منتشر نشده، لااقل ایشون به دانشگاه نتونست ارائه بده. این مینوی خرد باید پخش بشه چون در راستای همین انقلاب جوانان ایرانه، چون انقلاب جوانان ایران امروز این هست. من در ابتدا اینو عرض بکنم، چون علیرضا پهلوی گفت منو بسوزونید و پیکر من رو، وقتی اختی من رو سوزوندید در دریای خزر بریزید و غیران میدونید. دو مورد در رابطه با پرنس و شاهزاده علیرضا پهلوی است که شما مردم کمتر بیتوجه کرده، من دیگر بار بازش میکنم که تحول حتی در پرنس رضا پهلوی و تحول در شهبانو که سیده هستند به وجود آورد، اون اینه که میدونید که در اسلام سوزوندن حرامه، یک. دو، در اسلام بچه دار شدن بدون ازدواج حرامه. علیرضا پهلوی هم ایریانا لیلا پهلوی از عشقش پرنس رها دیده برداره که در نگاه ما، منم به خود ایشون گفته بودم، ایشون هم میدونست، البته قرار بود ماه آگوست یا جولای ازدواج بکنن و من در خدمتشون باشم که اون اتفاق افتاد. اما میخوام اینو بگم در نگاه ما ازدواج اونطور که توی تشکیلات اسلامی هست وجود نداره. ازدواج زندگی هنگامی شروع میشه که دو نفر همو دوست دارن، دو نفر که همو دوست دارن تمام. بر همین اساس علیرضا پهلوی ایرانی بود، همونطوری که کیان گفته بود به مادرش من ایرانی هستم، قرآن دوست دارم. حالا من میخوام در ابتدای اینم آقای شرفشاهی اینجا استاد بگم ما با اسلام هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، ما با عرب هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، اصلا من مخلصشون هستم. انا بحکی العربی جید جدن، یعنی من زبان عرب رو خیلی خوب صحبت میکنم و حتی لهجه های کشورهای مختلف رو صحبت میکنم، دوستان بسیاری دارم. همین شاه عربستان سعودی ولیعهد که فرد شاه میشه، بارها گفتم اینو میگم اینجا که بدونید من با اینکه دیدگاه هم مشخصه، تا حالا چندین فیلم مستند به فرمان خودی برای من ساخته شده که روی اینترنت قابل دسترسی است، از زرتشتی های جدید گفته و اینا، چون به من ارادت داره. ما دیدار داشتیم با هم وقتیشون 14-15 ساله بوده. البته من نه تنها از کسی پولیمون تو زندگیم نگرفتم که به همه دادم، من مزدوری کسی نبودم بس که، بلکه به همه هم هدیه دادم. بر همین اساس اینا صاف ساده بگن که بدونین. خب ما با نه با عرب مشکلی داریم نه با اسلام، مخلصشون هم هستیم. اما مشکل اینجا اینه که
ایرانی نمیخواد مسلمان باشه و نشده و نبوده، الان میگم بهتون. و ایرانی با عرب مشکلی نداره، با بنی هاشم مشکل داره. چون آقای شرفشاهی استاد، تمام اینایی که الان در قدرت هم در ایران، اینا بنی هاشم هم. یعنی اون جناح دیگه عرب ها هستن که با بنی امیه جنگشون شد اومدن تو سرزمین ما. از همون لس آنجلستون که دعوا دارین با نایک مایاکی، شما بگیرید که بچه نواب صفوی رو بنی هاشمه، تا تو ایران هر کی به قدرت رسیده، هر کی سردار فرمانده ارتش یا آقای موسوی، اینا همه بنی هاشم هم. با نمیخوایم بنی هاشم ملت ما، آقای شرفشاهی گوش کنیم، ملت ایران، استاد شرفشاهی اینو عرض کنم، ملت وقتی که میاد میگه بیگانه در ایران است، ما ایران پس میگیریم، یعنی از همین اعراب پس میگیریم. ما با عربای کشورها کاری نداریم، مخلص شونم هست. حالا ما هم آقای شرفشاهی هرگز مسلمون نشدیم، هرگز مسلمون نشدیم. من اینو استاد پرویز صیاد با من مصاحبه چند سال پیش در همین تلویزیون پارس انجام داد گفتم، در کتاب هم نوشتم، ثابت کردم اینو. حالا هفته پیش ما یک کارتی منتشر کردیم، 6 خط. یکی از اساتید بسیار محترم نازنین هایی که در لس آنجلس تشریف دارن و ایشون یک گروه خیلی مهم شهر رو رهبری میکنه، حالا اسمش نمیگم، شما هم دوستش دارین، همه هم دوستش دارن، همه ایشون رو دوستش دارن، آدم معتبریه. ایشون پریروز به من تلفن کرد، ببیشید در رابطه با برنامه شما، گفت سیاوش اوستا این اخباری که اونو زدن، اونو کشتن، بعد رفیقت غرق شده تو رودسه، این داره که همه میگن. تو وقتی با استاد شرفشاهی هستی اصلا این کارت ها بگو، اصلا این حرف ها بزن، منم اطاعت امری ایشون رو بکنم. آقای شرفشاهی مقابل بشه میگم، خوب گوش کنید مردم، این رو بارها گفتم نشنیدید، دیگر بار میگم. نخست این که وزارت اطلاعات، تشکیلات و سازمان اطلاعات برای حفظ و بقای هر کشوری مهمه و این هم ایرانی ها ساختند از زمان ایلامیان. بعدن کردهای عزیزم که در دورانهای مختلفی حکومت مادها و اشکانیان تشکیل دادن، با سازمان اطلاعات امنیت داشتن، که سازمان اطلاعات امنیت هر کارم میکنه، های شرفشاهی استاد مخفیه، کارهایی که سازمان اطلاعات امنیت میکنه مخفیه، اگه بیاد رو کنه علنی اینجا بگه که همین انقلاب کنونی رهبری داره، همبستگی داره، پیوند داره. شما با 5 نفر دیدی که پرنس رضا پهلوی اومد یه پیام داد، 5 نفر از عزیزان من اومد اینو نقل کردن، این 5 نفر علنیان، خیلی کسای دیگه تو این اتحاد هستن، مخفیان. ما نباید بگیم، اگر بیاییم بگیم دشمن ضد حمله میکنه، جاسوسی داریم و ضد جاسوسی میزندتش. و پس این جنبش رهبری داره. بعد من اینجا ننشستم که یا پرنس رضا پهلوی یا هر کسی بیاد اطلاعات مخفی و محرمانه به حسین علی ببال یا یک بچه 18 ساله یا یک بابای 80 ساله بخوایم بدیم که زنگ میزنن آقا چه ما کار خود میکنیم. حالا همین اطلاعات و امنیت هم ایران رو نگه داشته. من به قبل از اسلامش کار ندارم، فقط چون وقت نداریم سریع به شما میگم، از هنگام زایش اسلام که من اینو گفتم ثابت کردم، کاری که سیاه شسته ثابت کرده، بر اساس سوره روم اسلام یک حزب سیاسی است که درست میشه برای اینکه ایران رو حمله کنه، نابود کنه. چون در سوره روم میگه ایرانیا رومیا رو شکست دادن، ولی ما میایم، ما که میگه الله، الله هم خدا نیست، رب در زبان عرب میشه خدا، الله الاله هست، یعنی بوت تشکیلات قریش، بوت بنی هاشم میگه، ولی الله میاد ترتیب ایران میده تا در سال آینده در و داغلش میکنه. خب من محقق که هستم، مورخم، من تاریخ شناسم، در لبنان، دمشق، لندن، قاهره، قونیه، ایران، پاریس، من معتبرترین کتاب ها رو مطالعه کردم و خوندم. استاد شرفشاهی این حمله به ایران از قبل سازماندهی شده بود، همچنان که ایرانی ها به عنوان غوامج میگن عیسی مسیح عزیزم و میگن که این ناجی یهود هست، کمک مالی بهش میکنن، فراریش میدن که بعد میسازنش که برمیگرده، اونا هم همین کار رومی علیه ما میکردن. به همین خاطر بنی هاشم رو قدرت رو میدن بهشون، از بنی امیه میگیرن از زمان هاشم، و بعد اسلام هم برای همین ساخته میشه، برای همینه که بانو خدیجه خانم، خدیجه خانم کسی که کمک مالی به محمد میکنه، یعنی تشکیلات چی میگردونه، مثل همین الان که تشکیلات های دنیا رو کسی پشت پرده میگردونه، ولی میگن حسین آقای بقل 50,000 دلار داد، او یارو 5 دلار هم من شما رو تو خیام میبینه نمیده، ولی 50,000 دلار از جای دیگه میاد. با همین پولا اینا حسین ارشاد رو ساختن، کافی رو مهدیش ساختن، پولای پنهانی بود که حاجی بازار میدادن، میگفتن ما میدیم، هیچ چمونه نبود، انگلیس میداد، روسیه میداد، عرب میدادن غیره. حالا این اسلام تا شکل میگیره، های شرفشاهی خیلی مهم، بچه ها گوش کنید، تا نشنیدین،
گفتم نشنیدین. تا اسلام شکل میگیره امپراتوری ساسانیان خبردار میشه، آنتنهاشو وا میکنه در اونجا، یه ها میبینن که اینا دارن میخوان به حمله کنن. هنوز خود پیامبر اسلام ایشون تشریف داره، سال 8 هجریه، یک گروه چریکی میفرسته که بحرین مال ما بوده پایگاه نظامی بگیرن. سال 8 هجری تا حمله میکنن اونجا، نیروهای نظامی ایران اینا رو قتل عام میکنن، فرار میکنن میرن. محمد میمونه چی میشه؟ ایران سازمان جاسوسیش امپراتوری ساسانیان یک کسی رو اونجا از آدمایی که داشتن، حالا اسمش هم من میدونم، خانم زینب، خانم زینب نامی بهش مأموریت داده میشه که در جایگاه پیامبر اسلام هست، میگه آقای بکشش. ایشون هم میاد یک گوسفند درست میکنه که ایشون خیلی دوست داشته، اون گوسفند میخوره و میمیره. ابن اسحاق کاملی قصه مورخین اسلامی خودش نقل کرده، یعنی شوخی نیست. پس محمد رو ایران میکشه بعد از نخستین حملش به بحرین. دومیش آقای ابوبکر هست، آقای ابوبکر که تشریف میارن، ایشون هم یه سپاهی باز دوباره همون سپاه رو میفرسته به عراق. اون موقع عراق میدونید که تیزفون پایتخت ما بوده، بغداد، بغداد شهر ایرانی است، کوفه، انبار، اصلا تمام شهرهای عراق ایرانیه، چون ایران بوده، بین النهرین بوده و اصلا مهمتر استاد شرفشاهی. این که عراق عربی نیست، واژه است ایرانیه، عراق، ایرانک، ایرانک بوده، ایران کوچک بوده، چون بخشی از خراسان بوده. حالا این بحثا جاش نیست، وقتم نداره. بعد ابوبکر هم حمله که تا میکنه اونم شکست میخوره، میبینن ای ابوبکر هم باز میخواد کارو دنبال کنه، باز نیروهای امنیتی ایران میزنن، ابوبکر هم مصون میکنن، میمیره. بخونید تمام مورخین، به فارسی هم پیدا میشه، میتونید پیدا کنید که ابوبکر هم مصون میشه، کشته میشه. بعد از ابوبکر عمر حمله بزرگ میکنه، عثمان حمله بزرگ میکنه، حسن و حسین دست دارن تو حمله ها، اومدن حتی تا گیلان به ما زدن و کشتن و اینها. امام علی مشاور اول خلیفه است پیش رو، اینا همه هم خود اینا گفتن، رو من برام گفتن. خب ایرانی ها دیگه اینجا جاسوس نمیخواد بفرستن، چون جنگ شده، اسیر شدن. پیروز نهاوندی سردار بزرگ ایرانی اونجا اسیره، میزنه عمر میکشه. عثمانی که میخوان بکشن، مصریار هم چه اینا حمله کردن، مصریام اونجا اسیر اومدن، ایران با مصر میسازه، حمله میکنن، جناب عثمان رو میکشن. بعد میمونه حضرت علی، حضرت علی رو ابن مرجم مرادی، اسم این رفیق ما هم گرفت رودسن مرادی بود، اسم اصلی ایرانیش بهمن جادوگر است. من چند سال پیش مطلبی در روزنامه استاد فرود فولادوند نوشتم، اونجا تایپیست اشتباه کرد، جادویه رو نوشت جازویه، یه نقطه گذاشت. تا همین الان خیلی های اشتباه رو میکنن، به اطلاع همه میرسن، اسمش بهمن جادویه، چون وقتیشون میجنگید مثل این فیلمی که ساختن روی حسن صباح و الکساند، این به گونه میجنگید که با پرواز میکرد، یعنی سیستم قلعه های الموت، حالا اونم خودش قصه داره که وقتی میجنگیدن با آکروبات اینا حمله میکردن، گردن میزدن اینا، اینو گذاشته بودن بهمن جادویه، یعنی جادویی میجنگید. پدرش هم همینطور. این میاد میره تو خونه یه کسی که خیلی مهم، میرم به شما بگم، آقای اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیسی که از مامورای امنیتی ایران بوده که از یمن میاد، قبلش کلی جنگ میکنه با مسلمان ها، با خود محمد اینا، بعد دستگیر که میشه میگه من مسلمان میشم، سال 10 هجری مسلمان میشه، بهش پست بزرگی هم میدن، چون در یمن قیس قبولی بوده. اشعث ابن قیس چون جاسوسه برای نابودی اسلام اومده، این ابن ملجم یک ماه تو خونش جا میده، بهش امکانات میده که میره امام علی رو میکشه. بعد استاد شرفشاهی، همین اشعث ابن قیس دخترش به نام جعده میشه زن امام حسن، امام حسن مصموم میکشه. پسر اشعث ابن قیس، پسر اشعث ابن قیس به نام محمد میره تله میذاره برای امام حسین، امام حسین رو در کشتنش دست داره و دخیله. میبینید که سازمان اطلاعات امنیت ایران اهورایی از همون قدیم کار میکرده و ایران رو نگه داشته تا به امروز. امروز هم همین سیستم امنیتی و پنهان هست، همینی که ما ایران رو تا حالا هم نگه داشته. برای همینی که بعضی نمیفهمن که اگه ما یه روز بگیم حسین آقای بقال آخ قربون چشت قربون، این داره برای ما کار میکنه، اینا کارگرای ما هستن، اینا دارن برای ایران کار، مثل ما اشعث ابن قیس رفته مسلمون شده و اونجاست که کمک میکنه. حالا هم اینو خوشخبری بدم به همه عزیزان که ایرانی هرگز مسلمون نشده،
ما مخلص اسلام هم هستیم تو کشور خودشون، ما مخلص اعراب بنی هاشم هستیم تو کشور خودشون. ایران امروز که با کیان به عنوان پیام‌آور و با مجید رهنورد که من از شاهزاده پرنس رضا پهلوی یه بار دیگه سپاسگزارم، به خاطری که ایشون سنت‌های قدیم و ذهنیت سابق خودشو شکست، دور ریخت، شد پیرو نور، دخترش شد پیرو نسل نو و جوان و اومد گفت که این آقایی که حتی زده دو تا پاستور رو کشته قهرمان ملی است، شیر است و چه و و و تحولی که الان به وجود اومده که همه میگن مثل دارجوش خونده شعر معین کرمانشاهی، بیگانه در اینان است، ما پیرو زرتشت هستیم، فرمانده ما تازی. اینها رو باید بچه‌ها برن بی پیر پاتالا بگن که پیر پاتالا از سجاده و نماز و تازی پرستی درارن بیان تو میدون، اگه نیان باختیم، اگه بیان برنده هستیم. استاد چرفشایی عزیزم بسیار ممنونم از شما، وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتین و مطالب جالبی که بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. همچین برقی یه تاریخ 1400 ساله رو خدمتتون گفتم. میبوسمتون، سپاسگزارم. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقوز دوست، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. بدرود. مرسی آقای شهرتی. مرسی سیکان.